در این 18 اردیبهشت سال 2571 شاهنشاهی ایرانی که 7 آپریل 2012 میلادی، برنامه‌ای که امروز با شما دارم یک نگاه کوچیکی میکنم به برنامه‌های این دو روز سه روز گذشتم و سپس مطالب جدیدی برای شما دارم در رابطه با دیوار سرخ در گیلان، درباره اسلام و همچنین نگاهی میکنیم به نگاهی که اسلام به کودکان داره، به زنان داره و همچنین یک مقایسه‌ای هست بین اندیشه‌ای که رضا شاه بزرگ برای زنان ایران داشت و متاسفانه اندیشه‌های خمینی و مسائلی که امروز برای ما بسیار مهمن که باید گفت انقلاب اسلامی باعث یک فرسودگی و خمیدگی در جامعه ما شده که ریشه های اون در همین ریشه های بنیادین اندیشه اسلامی باید اونها رو جستجو کرد. اول از همه یه نگاهی میکنیم به برنامه های من در این دو سه روز گذشته. خوشحالم که واقعا اینقدر دوستان محبت کردن و نگاه مهرآمیزی برنامه داشتن. از پیام های مهرآمیز شما بسیار سپاسگزارم. نگاه پر از مهر شما باعث دادن انرژی به من میشه. مسئله که یک مشکلی که برای من پیش اومده برای دوستانی که در فیسبوک برنامه های منو دنبال میکنن اینه که متاسفانه اکانت من در یوتیوب مورد حمله قرار گرفته و من الان یک سه چهار روزی نمیتونم کلیپ های برنامه های خودم رو در اونجا آپلود کنم. متاسفانه با حمله های گسترده‌ای که به سایت من شده برای مدتی سایت من قابل استفاده قرار نیست. من بدون اینکه بتونم در این رابطه کاری انجام بدم بعد منتظر پاسخ یوتیوب باشم و سعی میکنم که در اسرع وقت شما رو آگاهی بهتون بدم که چه اتفاقی افتاده و یعنی مجبورم اکانت جدیدی باز کنم. جمهوری اسلامی و ایادیش با حمله های تیمی به اکانت من و فلک کردن کلیپ های من باعث شدن که متاسفانه برای اکانت من مشکلی پیش بیاد. میگم یه مدتی صبر میکنم و یعنی مجبورم اکانت جدیدی رو در یوتیوب باز کنم تا بتونم کلیپ های خودم رو، کلیپ برنامه های خودم رو در اونجا بذارم. دوستانی که برنامه من مشاهده میکردن در روز جمعه و در روز یک شنبه من مهمانان گرامی در برنامه داشتم، آقای عبدالحمید شیبانی و بعد دیروز هم آقای دکتر اشکری و نگاه ما به دوران پهلوی بود، به صنایع مادر در دوران پهلوی بود. میگم متاسفانه کلیپ ها رو نتونستم آپلود کنم و از همین الان واقعا پوزش میخوام از همه دوستان. در این نگاهی که ما به صنایع مادر در ایران داشتیم، مسائلی که دوباره میخوام امروز یادآوری کنم اینه که علاوه بر این که این ایجاد این صنایع مادر مورد حمله بیگانگان قرار گرفتن، بلکه عناصر داخلی هم با تمام قدرت خودشون تلاش کردن جلوی این پیشرفتا رو بگیرن. همونطور که در برنامه اشاره کردم زمانی که 1944 مذاکرات برای بستن قرارداد با اتحاد جماهیر شوروی برای ایجاد زباهن اصفهان، زباهن آیامیق اصفهان در جریان بود، سازمان مجاهدین خلق ایران در ایران شکل میگیره، شاه رو ترور میکنن، در خارج از کشور به اصطلاح دانشجویانی به شدت در خیابانها و شهرهای اروپایی به حمله به شاه رو آغاز میکنن. علاوه بر اون تهدیدهایی که از طرف دولت آمریکا به خصوص حزب دموکرات آمریکا میشه و مخالف خودشون رو ابراز میکنن، از آلمان، فرانسه و انگلیس پیام ها و اشاراتی تهدیدآمیز به سوی شاه ایران میشه و در مناطق مرزی هم مشکلی پیش میاد. در این را در صحبت های دیگه‌ای که با آقایون مهمانان خودم داشتم به این نتیجه رسیدیم که نگاه محمد رضا شاه پهلوی نگاهی ایرانی بود. حقوق کارگران براش بسیار مهم بود، مسائل اقتصادی ایران براش مهم بود، مسائل محیط زیستی رو مورد توجه قرار میدادن. و وقتی در جمع‌بندی خیلی کوتاهی که الان میخوام بکنم با برنامه‌های روز جمعه و یک شنبه بعد به این نتیجه برسیم که آنچه که واقعا از این دو جلسه ما یاد میگیریم و مقایسهش با جمهوری اسلامی اینه که
نگاه پادشاهان پهلوی به ایران بود و خودشون رو ایرانی میدونستند و ریشه از فرهنگ کهن آریایی ایران داشتند، در حالی که جمهوری اسلامی و یارانش و دستندرکارانش نگاهشون به سوی ایران نیست، نگاهشون به سوی یا کربلاست یا اورشلیم یا مکه و مدینه است و یا به سوی بانک‌ها و حساب‌های بانکیشون در کانادا و سوئیس و اتریش. اونها خودشون رو ایرانی نمیدونن، بلکه اونها خودشون رو بیگانگانی میدونن که سروری میکنن بر ایرانیان و از ایران یک استفاده ابزاری میکنن برای امیال ایدولوژیک، امیال شخصیشون و همچنین مسائلی که به هیچ وجه به ایران ربطی ندارن، مسائلی که در اونجا ایران فقط قربانی میشه، قدرت طلبی ها و غرورهای شخصی این تازیانی که امروز بر ایران حاکمند خطر بزرگ کشور ما رو تهدید میکنن. گاهی اوقات بین این وحشیان جنگی به وجود میاد، جنگ های سیاسی، جنگ های اقتصادی، و در این جنگ ها سعی میکنن از ما ایرانیان استفاده ابزاری بکنن و ما رو به خیابون ها بکشن که ما در یکی از این دو جبهه قرار بگیریم. زمانی که جنگ قدرت بین جناح احمدی نژاد و موسوی در گرفت، در اونجا از ما تلاش شد با همه قدرت تبلیغاتی که در دست اینهاست استفاده ابزاری بکنن. خوشحالم که تونستیم تا حدی جلوی مسئله رو بگیریم. حالا که یک شاید تشنج بین اختلافاتی بین احمدی نژاد و خامنه ای افتاده، دوباره همین کار رو دارن انجام میدن. یعنی دوباره دسته ها و گروه های در خارج از کشور تلاش میکنن از احمدی نژاد یک استفاده بکنن، از احمدی نژاد یک بوت آزادی، یک بوت ناسیونالیستی بسازن. یعنی اگر موسوی رو به مردم یه طوری معرفی کردن که موسوی برای شما بیشتر آزادی نیره، از احمدی نژاد بهتره باید بگم بوت ناسیونالیستی دارن میسازن و در برنامه‌هایی که چند یه تقریبا یکی دو هفته است انجام میدم بسیار به مسئله اشاره کردم در رابطه با خلیج همیشه فارس که چطور شد این مسئله یهو دوباره مطرح شد و عده افراد در خارج از کشور امروز بیش از اون اندازه‌ای که به نظر من مهمه روی مسئله پافشاری میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه امارات متحده چگونه میخواد که به طور مثال جزایر سگانه ما رو با حمله نظامی بکنه و اینکه خلیج فارس سالهای ساله که نامش ثبت شده در سازمان ملل متحد و در کتب تاریخی امری است که کسی نمیتونه اون رو رد بکنه. همچنین ایران اگر یک حکومت ملی و یک ارتش ملی داشته باشه، ارتشی که نگاهش به سوی ایران و حکومتی که ملیه و ایرانیه، احدی در دنیا نمیتونه که حق ایران رو در خلیج فارس زیر سوال ببره، حقوقش مشروع ایران رو در خلیج فارس، حقوق تاریخی ایران رو زیر سوال ببره. مشکل اصلی در اینجا خود جمهوری اسلامیه، مشکل اصلی خود جمهوری اسلامیه. بذارید مثالی براتون بیارم. وقتی که شما به سلامتی خودتون زیاد توجه نمی کنید، غذای سالم نمی خورید، ویتامین ورزش نمی کنید، نمیدونم این مسائل، خب به بدنتون آسیب میرسونید، بدن شما خیلی راحتتر میتونه مورد حمله ویروس ها و باکتری ها قرار بگیره. شما بدنتون قدرت دفاعیش رو از دست میده. این همین اتفاقی که از سر کشور ما آمده. جمهوری اسلامی کشور ما رو آماده کرده که هر کس و ناکسی، هر جوجه شیخ نشینی به کشور ما نگاهی پر از طمع داشته باشه. در زمان محمد رضا شاه پهلوی اینگونه نبود، برعکس بود. یعنی آنجا آن قسمت‌هایی رو هم که در دوران قاجار ما از دست داده بودیم تونستیم قسمت‌هایش رو به ایران برگردونیم. در دوران پهلوی‌ها 50% دریای مازندران به ایران برگشت. دوران قاجار ما بسیاری از حقوقمون رو در دریای مازندران از دست داده بودیم. در زمان پهلوی‌ها بود که تونستیم حقوق خودمون رو در اروندرود دوباره به دست بیاریم. همچنین در مسائل مرزیمون با افغانستان و پاکستان بتونیم موقعیت‌های از دست داده رو دوباره کسب کنیم و همچنین در خلیج همیشه فارس دوباره کشتی‌های ایران و کشتیرانی ایران تونست حقوق از دست رفته خودش رو به دست بیاره. نیروی دریایی ایران تونست قدرت اول خلیج همیشه فارس بشه و
و دولت پهلوی تونست سه جزیره ایرانی خلیج فارس رو امام میهن برگردونه. در دوران پهلوی نتونستیم 17 شهر قفقاز رو که از دوران قاجار از دست داده بودیم به شوروی، به روسیه دوباره به ایران برگردونیم. در دوران پهلوی نتونستیم بحری رو دوباره به ایران برگردونیم. ولی عده‌ای فرصت طلب و هوچیگرا و شایعه‌گرا که میان دروغ میگن به مردم ایران که بحرین رو شاه از دست داد، خب حتما باید بگن 17 شهر قفقاز رو هم شاه از دست داد. این سخنهای سخیف رو ما در برنامه‌های گذشته به جواب دادیم و برای همینه که من در این چند روزه به خصوص در رابطه با این صنایع مادر که صحبت میکردم با دوستان عزیز به این مسئله بسیار پافشاری میکردم که ما چه درسی رو از این مسائل میتونیم یاد بگیریم. در یکی از درس ها این بودش که ایران محور بودن سیاست پهلوی ها. این ایران محور بودن سیاست پهلوی ها خاری در چشم بیگانگان و عناصر ستون پنجم آنها در داخل ایران بود. در آینده هم ما باید از پهلوی ها یاد بگیریم که اول از همه تلاش کنیم آنچه که ممکن است رو به دست بیاریم. با هوچیگری و نمیدونم عربده های یک بیخردانهی که بعضی پاپولیستا و عوام فریبان در 100 سال گذشته انجام دادن هیچ دردی از مملکت ما دوا نشد. با هوچیگری و بیان غیر ممکنات ما فقط به خودمون ضربه میزنیم. اگه میخوایم نفت رو ملی کنیم باید به سوی این کار باید به اون گونه انجام بدیم که محمد رضا شاه پهلوی با راه انداختن اوپک در 1960 با خلع قدرت از کنسورسیوم انجام داد، با بردن بالای قیمت نفت، با فرستادن دیپلمات‌های خوب ایرانی به کشورهای دیگه و جلب حمایت کشورهای دیگه، کشورهای دنیا از منافع ایران، همچنین با حضور قدرتمند در خلیج فارس، با حضور قدرتمند در قاره آسیا و حضور قدرتمند سیاسی اقتصادی در جهان که بتونه ایران از منافع خودش دفاع کنه. این کاریه که پهلوی انجام میدادن. یاد باید بگیریم از اونها که دوستی های سیاسی رو بر پایه منافع ملیمون، پیوندهای سیاسی و دوستی‌های سیاسی رو برقرار کنیم. بعد یاد بگیریم که از پهلوی‌ها این ایران محور بودنشون رو که به جای اینکه خود محوری کنند و برای اینکه محبوب و وجیه المله بشند بیان در یک جامعه تبهای سیاسی رو به شدت بدن و با همونطور که گفتم با هوچیگری و عوام فریبانه سعی کنن که جاه طلبانه و جرمله بشن. خیلی یک قدرت سیاسی، یک دولت در ایران باید اول از همه بر پایه ممکنات عمل کنه و برای میان مدت و دراز مدت هم نقشه بکشه. برای مطرح شدن کوتاه مدت منافع دراز مدت ایران رو در خطر نندازه. متاسفانه این مسائل رو بعضی از تحلیلگران سیاسی کمتر بهش توجه میکنن و همچنین تحلیلگران تاریخی که به تاریخ گذشته ایران نگاه میکنن. بعد از پهلوی ها یاد بگیریم که همونطوری گفتم به طور مثال وقتی نفت رو ملی میکنیم باید آنگونه عمل کنیم که ممکنه در تبهای سیاسی و جیولمله نشیم ولی تاریخ، در نگاه تاریخ ما پیروز بیرون بیاد. برای همینه که در برنامه مختلفی گفتم که تاریخ دوست پهلوی هاست و تاریخ باید به شما بگم دشمن وجیه المله های کوتاه مدت محبوبی که هنوز هم بت سیاسی بعضی از یابیگویان سیاسیه. نه، اونها در تاریخ شکست خوردن و رنگ میبازن. ولی چه فایده‌ای داره برای ما مردم که بدانیم که بعد از 100 سال یا 200 سال چه کسانی خادم بودن و چه کسانی خائن؟ ما باید یاد بگیریم که در امروز خودمون با درس از تاریخمون خادم شناسی کنیم و خائن شناسی کنیم. برای همین گفتم یک نگاهی می‌خواستم جمع‌بندی کوتاهی داشته باشم به مطالبی که در این چند صباح با شما در میون گذاشته بودم تا بعضی دوستان که می‌پرسن چرا من مثلا به این مسائل انقدر توجه می‌کنم بدونم که ما باید یاد بگیریم از درس‌های تاریخمون تا برای امروزمون دوباره گولمون نزنه. اگه از موسوی میگیم برای اینه که برای ما دوباره موسوی ها نسازن، اگه از موسوی میگیم برای اینه که نذاریم احمدی نژاد رو امروز به عنوان سمبل ناسیونالیستی به ما جلوه بدن، اگه از
شکست های قاجاری میگیم برای اینکه جمهوری اسلامی کپی قاجاره، و اگه از رضا شاه و محمد رضا شاه میگیم در اونجایی که ممکنات رو برای ما ارزانی داشتند، برای اینه که گول کسانی رو نخوریم که امروز میان با وعده های عجیب و غریب، با دروغ های آنچنانی یک شبه مرد میدان میخوان خودشون رو بکنن. از رضا شاه میگیم برای اینکه یه مش کسانی که میخوان شرایط ایلاتی رو وارد سیاست ما امروز ما بکنن، درس تاریخی از رضا شاه یاد بگیرن که دوران قبیله بازی در ایران به سر رسیده. اگه از محمد رضا شاه پهلوی آریامهر میگیم، از او و مدیران دوران او میگیم، برای اینکه میخوان به اپوزیسیون ایران بگیم که یاد بگیرن از مدیریت مدیران دوران پهلوی و یاد بگیرن از محمد رضا شاه پهلوی و عشقش به ایران، باید یاد بگیرن به خصوص هواداران پادشاهی در رفتار و گفتار کردارشون از محمد رضا شاه پهلوی آیامه. اینا مسائلی که باید بهشون دقت کنی. و متاسفانه گاهی اوقات من واقعا نمیخوام امروز نام اشخاصی رو بیارم، ولی باید کمی یاد بگیریم که وقتی دوستان خودمون رو انتخاب میکنیم، دوستانی باشن که حقیقت رو به ما میگن. اشتباه جمهوری اسلامی رو تکرار نکنیم که فکر میکنه اگه چین و روسیه، روس بجن اون تصویر شماره دوی کاریکاتوره، میتونیم اونو نشون بدین؟ خواهش میکنم. اون یک کاریکاتوری در رابطه با جمهوری اسلامی که روسیه و چین چگونه به او اینگونه رفتار میکنن که به او یک جوری اون جمهوری اسلامی رو به اصطلاح معروف شیرش بکنن که سخنهایی بگه که در آخر سر به نفع ملت ما نیست. ببینید، ما باید آگاه باشیم که در مسائل سیاسیمون، در مسائل سیاسی که در رابطه با کشورمونه، دوستانی که انتخاب میکنیم باید این رو بدونیم که در سیاست دوستی وجود نداره، بلکه منافع مشترک وجود داره، و تا زمانی که این منافع مشترک با هم هستن آدم میتونه اتحاد سیاسی داشته باشه. بعد در انتخاب دوستانمون، دوستان سیاسیمون آگاه باشیم که منافع خود ما آیا در این رابطه های سیاسی قربانی نخواهند شد. جمهوری اسلامی متاسفانه در رابطه های سیاسیش با روسیه به خصوص منافع اقتصادی ایران و منافع ارضی ایران رو و کلن منافع اقتصادی ایران و هم تمامیت ارضی ایران رو زیر پا گذاشته، دریای مازندران رو برباد داد و همچنین در رابطه با مسائل تجاری ایران ضررهای بسیار سنگینی رو متحمل شده. در رابطه با چین هم همینطور. امروز در بازارهای داخلی ایران محصولات بنجل چینی غوغا میکنه و متاسفانه تولیدات داخلی ایران به شدت زیر فشار رفتند و بسیاری از کارخانجات و صنایع ایرانی مجبور شدن که بسته بشن. در اینجاست که وقتی من به این کاریکاتور نگاه میکنم دلم به درد میاد از اینکه نمیتونیم به مردم و دوستانمون بگیم که خواهش میکنم دست بردارید هر بار که مسئله در رابطه با ایران اتفاق میفته پشت سر یک آخوند قایم بشید و خودتون رو پنهان کنید، نه برید سیاهی لشکر، بعضیاتون میرید سیاهی لشکر آخوندها میشید. چگونه میشه انسانهایی که امروز زندگی میکنن و خودشون رو جزء اپوزیسیون میدونن، 33 ساله من میبینم هر بار که آخوندی وارد میدان میشه بلافاصله میدون و خودشون رو در زیر یک آخوند پنهان میکنن. آخوند باید بدونید که رشد خودش رو، تغذیه خودش رو و از حماقت مردم داره. از آخوند با تحمیر مردم جون میگیره، با تحمیر مردم موقعیت خودش رو در جامعه تثبیت میکنه، و تا زمانی که ما نتونیم خودمون اول یاد بگیریم که کجا قرار داریم، در کدام قسمت از صحنه سیاسی قرار داریم، متاسفانه این اشتباهات سیاسی رو بعضی هی دوباره تکرار میکنن. ادعی که ادعا میکنن سکولارن و در اولین فرصت سیاسی میرن در کنفرانس واشنگتن کنار اصلاح طلبان اسلامی میستن، کسانی که ادعا میکنن به چپ ایران تعلق دارن ولی خودشون رو نزدیکتر میدونن به
به اسلامیون، کسانی که خودشون رو مدافع حقوق زنان میدونن و ادعا میکنن جمهوری اسلامی برای زنان آزادی آورده، کسانی که ادعا میکنن برای آزادی های مدنی فعالیت میکنن و در کنار چریتا پارسی و لابیست های اسلامی در آمریکا قرار میگیرن، کسانی که ادعا میکنن برای پیشرفت علمی ایران فعالیت میکنن و متاسفانه در کرسی های دانشگاه آمریکا که تدریس میکنن هر چند صباحی میبینیم که میان و از دیدگاه های جمهوری اسلامی در مسائل مختلف دفاع میکنن. اینجاست که یک اپوزیسیون سالم باید بتونه رابطه سالمی رو با مردم ایران برقرار کنه و در شرایط مهم سیاسی ایران با رابطه‌ای که با مردم ایران داره بعضی مسائل رو جلوش رو بگیره. من در رابطه با آخوندها میخوام یه کلیپی به شما نشون بدم و بعد از اون وارد یه بحث دیگه از برنامه هم بشیم. کلیپ شماره یک، روز به جان، 1 دقیقه و 18 ثانی. اول اگه امکان داره اراجیف یک آخونده، امکانش هست؟ خواهش میکنم. با چشمای خودم دیدم تو خیبر نشست وسط جاده، آرپیجی رو گذاشت رو دوشش، با تانگه دوئل بازی کنه، ببینه تانگه زودتر میزنه یا ای زودتر میزنه. خیلی جیگر میخواد. از اینا چند تا آماده کردیم برای امام زمان. از خاکریز اومد بالا، این صحنه رو توی تلویزیون دیدید، از خاکریز اومد بالا، آرپیجی رو گذاشت، دوید به سمت تانگه، این نشست بزنه تانگه رو، تانگه زودتر اینو زد. ها اینا خیلی جیگر میخواد. ها کسانی که قرار خودشونو برای رزمندگی امام زمان آماده کنن، تیر مستقیم میاد قناسه میخوره به پیشانی نفر جلویی، نفر پشتری نباید پاش بلرزه. زمان حدود 6 میلیون مدیر میخواد. یه عدد 313 آیت الله العظمى بهاءالدینی فرمودن امام زمان 313 تا مثل حضرت امام میخواد که هر کدومشو در رأس یک مملکت بگذاره. امام زمان مدیر میخواد تو بخشای مختلف، 200 تا کشور تو دنیا میخواد اداره کنه، از شماها میخواد استفاده کنه. دوستان عزیز، کلیپی رو که مشاهده کردید یک سری از سخنان سخیف یک آخونده، آخوندهایی که در میشه گفت به هر شکل و زبانی در 1400 سال گذشته در منطقه ما، در منطقه خاورمیانه به خصوص که یه روزگاری مهد تمدن بود، باعث عقب ماندگی این جامعه ها شدن. وقتی که ما میایم درباره اسلام گاهی اوقات صحبتایی میکنیم در رابطه با نیروی بازدارنده اسلام در جامعهمون، دوستانی میان و میگند با دین ارسی مردم ایران بازی نکنید، این برای شما خطر داره یا فایده نداره. من به این اشخاص یک پاسخی باید بدم کوتاه. سالهاست به شما گفتند در سناریوی روانی شما، در کودکی شما نوشتن که قرآن برای شما ثواب داره و آخرت شما رو تضمین میکنه. سالهاست به مردم ایران گفتن که آویزون کردن چند تا آیه قرآن بر سر در مغازه هاشون برای اونها منفعت اقتصادی میاره. یه بار این دکاندار و تاجر نرفت از خودش بپرسه بس این همه خمس و زکات هایی که داده کجا رفته و چه منفعتی برای داشته. به مردم ایران گفتند که به عربده های یک مشت آخوند بر سر منبرها گوش کنند چون براشون ثواب داره. به اونها گفتند که این دین ارسی نیاکانتونه، ولی به ما گفتند نپرسید که آیا پیش از اسلام هم ما دارای دینی بودیم. به ما گفتند لازم نیست که بفهمی در تازینامه چه نوشته، ما برای تو میفهمیم، تو مقلد باش. به ما گفتند که به تاریخ کشورت نیازی نیست بخونی، تاریخ ایران پیش از اسلام رو لازم نیست و بخونی. ولی ما نپرسیدیم که چرا بس شما هر سال
نمایشنامه های موسیقی آشورا و تاسوعا را در کشور ما اجرا می کنید که خود یک قسمت از تاریخ تازی پرستی در ایرانه و در منطقه ماست. به ما گفتند که طرز لباس پوشیدن خودت رو تغییر نده. زمانی که رضا شاه میدونید که اصلاحاتی رو در جامعه ایران به وجود آورد و متعدل شدن لباس رو جلو برد و گفت اون لباس‌های عجیب غریب و اینها رو باید کنار گذاشت و وارد دنیای مدرن شد، عده این مسئله خیلی اعتراض کردن، مثل مهدی بازرگان‌ها اینا در نوشته‌های مختلفش. ولی عجیبه، هیچ کس از اینها نپرسید پس این عمامه های عجیب غریب، این ریخت های عجیب غریب آخوندها چه ربطی به ایران داره؟ یکی نیامد بپرسه که این جملات تازی، این جملاتی که در نوشته ها و نامه هاشون آخوندها میارن چه ربطی به ایران داره؟ هر سال اومدن به ما گفتن که و به ما 1400 ساله دارن میگن که باید به مقبره و آرامگاه یک مش تازی بری و در اونجا پول بریزی تا خداوند و آفریدگار جهان با تو تماس برقرار کنه، نیایش های تو رو پاسخ بده. یک بار به ما نگفتن که چرا خود این آخوندها، خود این جانوران صبح تا شب در خونه ما رو میزدن تا روزیشون تامین بشه، چرا خود آخوندها که گویا شماره تلفن خونه الله هاشونو دارن، چرا اونها روزشونو از الله نمیگیرن؟ به ما گفتن که شجاعت رو باید از حسین ابن علی یاد بگیریم، ولی ما یه بار نرفتیم بپرسیم چرا در جبهه جنگ همیشه آخوندها اولین کسی هستن که فرار میکردن، اصلا کلن به جنگ ها نمیرفتن. به ما خیلی مسائل رو گفتن، سال هاست که این مسائل در گوشمون فرو کردن. و بعد یه روز که یک مدتی که یک جریانی به وجود میاد از رسانه‌های مختلف، نویسندگان از گروه‌های سیاسی مختلف که میاد این مسائل زیر سوال می‌بره، در رابطه با دین اسلام، بخشی شبه دین اسلام روشنگری می‌کنه، یهو از ما بهترانها پیداشون میشه و به ما میگن که نه، این دین ارثی مردم، بهشون توهین نکنید. من به اینها میگم این صحبتایی که من الان کردم، این صحبتایی که در گوش ما فرو کردن، در سناریوی زندگی این اشخاص نوشته شده و این اشخاص بدون اینکه خودشون بدونن ناخودآگاه میترسن که سناریوی زندگی که در کودکی، در نوجوانی، در خانواده، در مدارس برای اینها نوشته بودن زیر سوال بره. این گریز از خودشناسی جزوی از مسائل روانشناسیه و این گریز از خودشناسی که این افراد که به نام معلمین اخلاق و خیرخواهان هر چندی ظاهر میشن و ما پندنده از میدن که این دین ارثی مردم رو، دین ارثی که نبوده، دینی بوده که به شمشیر شبه دین بعد گفت که مردم تحمیل شده، این دین ارثی ما نباید درباره صحبت کنیم. وقتی میایم و برای این اشخاص نشون میدیم که در تازینامه چی نوشته، و ببخشید اول اینطوری باید بگم، وقتی میایم با این اشخاص ایراداتی از اسلام میگیریم، اونها میان به ما میگن که نه، این اسلام واقعی نیست. وقتی از اونها میپرسیم اسلام واقعی چیه، ما میگن قرآنه. وقتی قرآن رو براشون باز میکنیم و نشون میدیم که این مسائل از خود قرآن هم هست، اونها یهو شروع میکنن و دین اسلام رو هم سعی میکنن اینگونه ازش دفاع کنن که بگن این زبان عربی نیست، ترجمه به گونه دیگر است. وقتی از اونها میپرسیم که خود شما این زبان عربی از کجا یاد گرفتی که ادعا میکنی 1400 سال پیش به گونه دیگر روایت بوده، پاسخی نمیتونن بدن. وقتی میایم به اونها میگیم که احادیث و کتب احادیث دیگر هم که به دوران تازینامه نزدیکی دارن از لحاظ زمانی هم این مسائل رو گفتند، و به اونها میگیم که شمایی که ادعا میکنید زبان تازیان 1400 سال پیش به گونه امروز زبان تازی نبوده و ادعا میکنید بهتر از همه میدونید ترجمه و برگردان ها چگونه است، ولی از اونها سوال میکنیم که خب شما چگونه از کدوم کتاب، از کدوم رساله 1400 سال پیش میتونید شاهد بیارید و سند بیارید که زبان تازی گونه دیگر بوده، پاسخی نمیتونن بدن. وقتی به اونها میگیم که در رساله ها و احادیث مختلف واژه ضربه یعنی زدن و در سوره النساء
نوشته که زن رو باید زد، میشه زد. به اون واژه ریشه ضربه معنی زدنه. به ما میگن نه، این واژه یک معنای دیگری داشته. از اونها میپرسیم خب شما طبق کدوم کتاب و رساله و نوشته قدیمی این مسئله رو میگید؟ نمیتونن جواب بدن. وقتی میریم براشون کتاب احادیث دیگر رو میاریم از اون زمان بهشون نشون میدیم، به ما میگن که شما نباید وارد این مسائل بشید. اینها تعصبه. وقتی به اونها میگیم که اوکی قبول داریم، اصلا قرآن رو دیگه نمیشه خوند، احادیث رو نمیشه خوند چون زبان یادمون رفته، گویا به قول شما زبان رو نمیشه دیگه خوب فهمید، میایم زندگی مسلمانان امروز رو و بزرگان رو به اونها نشون میدیم، بزرگان همون دینشون رو، به ما میگن نه این زندگی اونها با زندگی محمد ابن عبدالله شباهتی نداره. وقتی میان از زندگی محمد ابن عبدالله به اونها میگیم، به ما میگن که نه شما حق ندارید به محمد توهین کنید، شما حق ندارید چیزی بگید. وقتی میگیم که این احادیث نشون دهنده زندگی محمدن، به ما میگن اینا احادیثن، اینا قرآن نیستن. وقتی به اونها میگیم که نماز خوندن را از کجا یاد گرفتی جز از احادیث، اون موقع سکوت اختیار میکنن، چشمانشون پر از غضب میشن و بعد وارد مرحله بعدی میشن. یعنی اول از همه صحبت از این میکنن که ارسی این جریان، بعد صحبت از احترام میذارن به این مسئله، بعد انکار میکنن و بعد از این انکارها که به شما الان چند مثالش آوردم وارد بحث تهدید میشن و شما رو تهدید میکنن و بعد از این که شما رو تهدید کردن ممکنه حتی وارد عمل بشن. این داستان دین ارسی، داستان احترام به این مسئله، داستان انکار، داستان تهدید، داستان قتل 1400 سال ادامه داره و در اینجا ما مردم و به خصوص مردم ایران قربانی اول این مسئله هستیم. من شخصا عقیده دارم که اگه بخوایم این قربانی شدن رو پایان بدیم باید سرمونو بلند کنیم و دیگه نذاریم با سر خمیده اونها بتونن با ذوالفقارشون گردن ما رو بزنن. باید بلند بشیم، سر بلند باشیم تا دیگه تو سرمون نزنن. و برای همینه وقتی من صحبتهای این آخوند رو پخش میکنم، باید بدونید که بین بنیانگذار این فرهنگ تازی پرستی آقای محمد و این آخوند هیچ تفاوتی وجود نداره و تا زمانی که ما بخوایم کودکانی باشیم که میترسیم از پرسیدن و اونها با ما مثل کودکان رفتار کنن که اونها باید برای ما تصمیم بگیرن که چی برای ما خوبه چی برای ما بده، اونها با ما هر کاری دلشون میخواد انجام میدن. چرا؟ چون در فرهنگ اسلامی کودکان اسباب بازی هایی هستن که با اونها هر کاری رو میشه انجام داد. وقتی که خمینی اومد به ما گفت که ایرانیان ملت نیستن بلکه امتن، یعنی میخواست ایرانیان رو به صغیرانی تبدیل کنه که با اونها هر کاری میخوان میتونن انجام بدن. اون زمانی که آقای بنی صدر و آقای مهدی آذرگان و اراذل اوباشی مثل اونها اومدن سر خم کردن در برابر خمینی و متاسفانه ملت ایران در پشت سر این اشخاص سر خودش رو خم کرد، اون موقع ما امت شدیم. امت یعنی بازیچه، امت یعنی صغیران، امت یعنی گله ای از صغیران که یک عده آخوند میتونن با اونو هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. در فرهنگ اسلامی با کودکان هر کاری دلتون میخواد میتونید انجام بدید و این کار رو انجام دادن. الله اونا دستا اونا رو باز گذاشته و امروز اگه در ایران ما شاهدیم که کودکان و دختران 9 ساله رو در مدارس مجبور به روسری سر کردن میکنن با یک مراسم مسخره، اینها ریشه از این داره که اول صحبتام گفتم که ما اجازه دادیم از ما بهتران بیان و ما درس‌های اخلاقی بدن، ولی به شما گفتم اون درس‌های اخلاقی اونها ریشه از این داره که اونها خودفریبی میکنن و از خودشناسی میترسن و چون از خودشناسی خودشون میترسن نمیخوان که شما هم خودشناسی کنید، نمیخوان شما هم جامعه شناسی کنید، جامعه‌ای که در اون زندگی میکنید، نمیخوان که شما بیاید و فرهنگ امروز ایران رو بشناسید و زیر سوال ببرید.
نمیخوان، چون خودشون میترسن، چون خودشون ترسو هستند. ولی این ترس رو به نام پند و اخلاق، به نام دوست نیکو، به نام مسائل مختلف میاد. و برای همینه که اکثر این اشخاص آخر سر بعد از اینکه صحبتاشون فایده نداشت شما رو تهدید میکنن. این تهدیدی که میکنن نشون دهنده اون ترسشونه. وقتی در آغاز میبینیم که این گونه دوستانه میان جلو، ولی در آخر شما رو تهدید میکنن و زیر فشار میبرن و مسئله رو حالت قهری بهش میدن، اون موقع است که میبینیم ریشه کل این حرکات اونها از ترسه. نباید فراموش کنیم که اسلام و تسلیم از یه ریشه، و تسلیم همیشه با ترس رو همراهه. وگرنه چگونه است که اونها همیشه میخوان ما بنده اللهشون باشیم؟ مگه غیر از اینه که بندگی و بردگی همیشه با ترس توامه؟ مگه یک انسان داوطلبانه بنده و برده میشه؟ نه در عشقتون بنده و برده باشید، نه در دینتون. اگه میخواید دین داشته باشید، آزاده دین داشته باشید، و اگه عاشقید بدونید که عشق دروازه های آزادی رو برای شما باز کنه، نه بندگی و بردگی. دوستان عزیز، اینها صحبت هایی که من امروز کردم صحبت های کلی بود، ولی گاهی اوقات تو برنامه باید این مسائل رو بگم. من بارها تو برنامه گفتم مشکلی که ما در جامعه ما بیشتر داریم، نرسته که مشکل سیاسی امروز داریم، ولی مشکل اصلی اینه که ما نتونستیم تا به امروز این مشکل رو حل کنیم. ببینید، در زندگی عادیمون، در زندگی شخصیمون هم مشکلات زیادی به وجود بسن. زندگی همیشه اینه که تو زندگی همیشه این جاده زندگی گاهی اوقات سطحایی یا درهای جلوی ما هست که باید بازش کنیم. این مشکلات رو باید بگشاییم، مشکل رو باید حل کنیم. اگه موفق نمیشیم، مشکل و مشکله نیست، مشکل ما هستیم که توانایی خودمون رو از دست دادیم. بعد ببینیم چی شده که ما این توانایی خودمون رو از دست دادیم که مشکل جامعهمون که الان جمهوری اسلامی رو حل کنیم. قدرت مشکل گشاییمون رو از دست دادیم. یکی از اون دلایل، شاید مهمترینش، فرهنگ تازی پرستی و اسلامه. و باید در این باره گاهی اوقات صحبت بشه. ما در این تلویزیون قصدمون هم توی در مرامنمون هست، ما اگه برنامه رو دقت کرده باشید زیاد سعی نمی کنیم که فقط در این باره صحبت کنیم، ولی ما یه قدم جلوتر رفتیم. یعنی ما فقط نمیایم ناله کنیم بگیم آقای اینجای اسلام بده اونجاش بده، بلکه ما سعی میکنیم راه حل ارائه بدیم، یک آلترناتیو ارائه بدیم. من میبینم بعضی از اشخاص در بعضی رسانه ها میان مثلا اسلام رو همش زیر سوال میبرن، ولی در کنار اون پهلوی ها رو هم زیر سوال میبرن، میان پرستی ایران رو هم زیر سوال میبرن. باید به این اشخاص بگم شما آلترناتیو وقتی ارائه نمیدید فقط میشید یک مشت دغلباز سیاسی. چرا که یک فعال سیاسی وقتی مشکلی رو نشون میده باید راه حل اون مشکل رو هم نشون بده، و علاوه بر اون اگه یک موزلی رو نشون میده بعد آلترناتیوی رو هم نشون بده. شما نمیتونید بیاید مثلا بگید که آره این خانه شما خرابه، خانه رو ویران کنید، ولی بهتر از اون خانه نشون ندید که چی بشه، چه فایده ای داره، چه فایده ای داره. ما اگه در این تلویزیون خودمون نام این تلویزیون رو گذاشتیم ایران آریایی، به این دلیله که داریم یک آلترناتیو به شما نشون میدیم. به جای ایران اسلامی صحبت از ایران آریایی میکنیم. این آریایی بودن نژاد پرستی نیست، من باقی در برنامه گفتم، یعنی آزادگی، یعنی نجابت، یعنی شرافت. این برمیگرده به اینکه ما آریایی بودن رو نمادش از زرتشت و کوروش، نمادهامو ببخشید زرتشت و کوروشن، این آریایی بودنمون از زرتشت و کوروش یاد گرفتیم، از بابک خرمدین و مازیار. این آریایی گفتن ما چیزی جز این نیست که نگاه ما به معیارها و اندیشه های نیاکان ایران پیش از اسلامه، نیاکان ایرانیمون پیش از اسلامه. چطور میتونن انگلیس ها خودشون انگلو ساکسون بگن؟ اصلا نام کشورشون از اون اومده، از انگل. انگل ها البته با آلمانی میگن انگل ها، یک قوم قدیمی جرمن هم. همونطور که ساکسن ها یک قوم قدیم جرمن هم. انگلستان یعنی جایگاه یا کشوری که مال
آنگل هاست، قوم آنگل هاست، یه قوم جرمن. یه بار روی مسائل فکر کنید، فرانسه از به آلمانی میگن دی فرانکن، این فرانکن یکی از اقوام قدیمی جرمن. یا شما وقتی که نگاه میکنید به نام کشورهای دیگری، مجارستان، سرزمین مجارها، به آلمانی میگن دی ماگیارن. نمیدونم کشورهای مختلف، وقتی ما اینا رو نگاه میکنیم چطور اون کشورها حق دارن این از این واژه استفاده کنه، ولی ما ایرانی حق نداریم؟ ببینید چه کسایی نمیخوان که شما از واژه ایران آریایی استفاده کنید. جالب اینجاست که بعضی از اینا بعضی هستن که نام مناطق یک مناطق خاصی از ایران دارن. خب این که برای من خیلی عجیبتر میشه. ما وقتی در این تلویزیون در رابطه با دوری و پرهیز از فرهنگ تازی پرستی صحبت میکنیم، داریم به شما یک آلترناتیو ارائه میدیم. وقتی ما امروز میایم از نگاه زشت اسلام به کودکان صحبت میکنیم، میایم پس از اون به شما نشون میدیم نگاهی که پهلوی ها به زنان و کودکان و کلن انسان ها در ایران داشتن. من امروز یک کلیپی رو الان میخوام برای شما نشون بدم در رابطه با نگاهی که اسلام به زنان، به خصوص دخترکان داره، به کودکان داره، به دخترکانی که ازشون سوء استفاده جنسی شده در اسلام. و بعد از اون من به شما قسمتهایی از رضا شاه، صحبتهای رضا شاه رو نشون میدم درباره دختران ایرانی و زنان ایرانی. و بعد به شما چند تصویر نشون میدم از نگاهی که تلویزیون ایران آریایی کلن به انسانیت داره. این کاری که ما انجام میدیم، یعنی ما میایم یک در این تلویزیون اگه ما میایم یک چیزی رو زیر سوال ببریم، به شما آلترناتیو نشون میدیم. به این میگن فعالیت سیاسی. روزا جان اگه امکان داره کلیپ شماره 2 رو آماده کنیم، اسلام بعد کودکان. در اینجا شما یکی از فرزندان محمد ابن عبدالله رو میبینید که از همون خطه حجاز برخواسته و به زبان محمد ابن عبدالله هم صحبت میکنه. در این کلیپ شما در این کلیپ شما یک زیرنویسایی به انگلیسی دارید. خواهش میکنم به این کلیپ توجه کنید و بعد از اون ما یک آلترناتیوی به شما ارائه میدیم، آلترناتیو ایران آریایی. روزا جان خواهش میکنم. الزواج قسمان، القسم الأولاني عقد قران، إجراء عقد القران، هذا شيء. والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر. فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد. يعقد على، حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر، فتصير زوجته. لكن هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ طبعا. وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. في ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13، في بعض الدول تزوج من 16، في بعض الدول أصدرت قوانين ألا يتم الدخول إلا بعد 18 عام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم. 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها. يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. بس خليني أوضح لك شغلة. ولكن طبعا انا سؤال لك، انه واحد عمره 12 سنه واحده عمرها 11 سنه، هل هذا الزواج منطقي مجاز شرعيا؟
إذا كان الولي الأب، الولي ما هو الولاية تنقسم إلى قسمين، يا يكون الولي هو الأب، فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكفل لها فهذا طبعا زواج صحيح. يعني في ظروف للناس، واحد رجل عنده بنتين ثلاثة أربعة وطبعا يريد أن يسافر لديه ظروف، طيب هل تضيع هذه وليس لديه محارم، أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى يصرف عليها، فإذا ما بلغت سن الدخول دخل عليها. ومن قال أن الناس كلهم ذئاب كاسرة؟ دوستان عزیزی، یک نگاهی بود که یک آخوند پلید به جنس مؤنث داشت. از کودکی باید این جنس مؤنث مورد آزار و تجاوز این از خدا بیخبران قرار بگیره. در اینجا من نگاهی دارم به رضا شاه بزرگ. رضا شاه بزرگ چیکار کرد؟ رضا شاه بزرگ اومد در کشور ما مدارس دخترانه ساخت که دختران ایرانی بتونن به مدرسه برن. رضا شاه بزرگ اومد و قوانینی در ایران بود که هیچ احدی دیگه حق نداشت اون کارهای زشتی رو که آخوندها با کودکان انجام میدن انجام بده. رضا شاه بزرگ کودکان ما رو اجازه داد که کودک باشن و به زنان ایرانی اجازه داد که زن باشن. روزبه جان اگه امکان داره یک تصویری از رضا شاه براتون فرستادم، دیده میشه الان؟ در این تصویر شما میبینید که چگونه رضا شاه بزرگ همراه با فرزند خودش آریامهر ما در مدرسه دخترانه ای هست و دختران ایرانی با لباسی زیبا، با صورتانی خندان، با دستگلهایی به دست در این تصویر دیده میشن. من فکر کنم این تصویر خیلی گویاست. این تصویر تضاد بسیار زیادی داره با کلیپی که من به شما نشون دادم. اون آخوند پلید رو دیدید؟ از کشور محمد ابن عبدالله بود و اینجا شما یک آریایی رو میبینید در برابر کودکان آریایی. تفاوت‌ها رو می‌بینید دوستان؟ این تفاوتیه که وجود داره. و من به شما گفتم تلویزیون ایران آریایی اگه چیزی رو زیر سوال می‌بره، آلترناتیو به شما ارائه میده. آلترناتیو ما در این تلویزیون سامانه پادشاهی پارلمانیه و خط فکری ما پهلویسمه. پهلویسم یعنی ایرانی بودن و ایران محور بودن. من که از برنامه خودم تعریف کردم پهلویسمو، ولی دوباره تکرار میکنم براتون. دوست ندارم زیاد صحبتم تکراری بشه، این چون چند ماه قبل بود دوباره این رو براتون میگم. پهلویسم یعنی ایرانی بودن و ایران محور بودن. پهلویسم یعنی برآمدگاه کوروش رفتن و شاخی گل نثار رو کردن. پهلویست یعنی دانشگاه تهران رو افتتاح کردن. پهلویست یعنی از حقوق دانشجویان و دانش آموزان ایرانی دفاع کردن. پهلویست یعنی اصلاحات ارضی. پهلویست یعنی از حقوق دهقانان دفاع کردن. پهلویست یعنی از کودکان و حقوق کودکان دفاع کردن. روز جایی تصویر رو بذار باشه، خواهش میکنم. پهلویسم یعنی حق رأی به زنان. پهلویسم یعنی دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران. پهلویسم یعنی ارتش شاهنشاهی ایران و دفاع از مرزهای این آب و خاک. پهلویسم یعنی خلیج همیشه فارس و نیروی دریایی مقتدر شاهنشاهی ایران. پهلویسم یعنی دریای همیشه ایرانی مازندران. پهلویست یعنی همه اقوام ایران با هم بودن. پهلویست یعنی پرچم سرنگ ایران و شیر و خورشید قرآن ما. پهلویست یعنی نور خورشید ایران، نور خورشید فرهنگ و تاریخ ایران. پهلویست یعنی
دفاع از هویت ملی ایران، پیشرفت و آبادانی، آزادی و امید به آینده. در این تصویر شما همه اینها رو میبینید. در این تصویر شما آن چیزی رو میبینید که ما دوباره میخواییم برای کشورمون، همه با هم با حقوق انسانی در کنار هم برای ایرانی بهتر. روز بجان سپاس از این که این تصویر رو گذاشتی. دوستان عزیز، روز جان من یک ایمیل دومی براتون فرستادم، اون تصاویری که از گلها و انسانهاست. لطف میکنی اون تصاویر رو پشت سر هم بذاری، هر کدوم هر چقدر صلاح میدونی. من یک حدود یک 5 دقیقه صحبتی دارم و دوستان عزیز به من گفتن که تلفن‌ها رو میتونیم بگیریم در برنامه امروزمون. خواهش میکنم اگه دوست دارید با تلفن تلویزیونمون تماس میتونید بگیرید. تلفن تلویزیونمون هست 201-818-564-4013، 201-818-564-4013. روز جان تصاویر الان دیده میشه؟ تصاویری که به شما نشون میدم الان، بله دوستان عزیز، الان این تصویر رضا شاه که به شما نشون دادم، دوباره یادآوری میکنم تلگرافی که خمینی در 17 مهر سال 41 به شاه زد و در اونجا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اعلی حضرت همایونی، دولت در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. دوستان عزیز تصاویری که الان میبینید تصاویری است که در نگاه اول گویا گلها هستند. روز به جدیده میشه دیگه نه؟ ولی اگه خوب دقت کنید اینها گلها انسان هستند. نگاه کنید دقیق‌تر، تمام این تصاویری که میبینید این گلها انسانها هستند. خوب دقت بکنید، همه این گلها در اصل انسانها درونشون هستند. تمام این تصاویر گلها رو از بدن انسان‌ها درست کردن و اکثرا هم بانوان هستن. چرا اینا رو به شما نشون میدم؟ خمینی با دشمنی که با زنها داشت این گلهای بشریت رو میخواست پرپر بکنه. جمهوری اسلامی انسان‌ها این گلهای خلقت آفرینندگار دانا رو داره پرپر میکنه. ببینید خوب دقت کنید چقدر زیباست، همه انسانند و اکثرا هم تصاویری از بانوان هستند. ببینید زن این گل زیبای خلقت رو چه تصاویر زیباییه. و بعد این اراجیف خمینی رو براتون خوندم، ولی ببینید رضا بزرگ چی میگه. رضا شاه بزرگ، ببینید این گلها رو نگاه کنید. اون صحبت خمینی رو براتون خوندم و بعد ببینید رضا شاه چه نگاهی به زنان داره. نگاهی که به زنان داره نگاهی است که زن رو زیبا میدونه. رضا شاه میگه بی نهایت مسرورم که میبینم خانمها در نتیجه دانایی و معرفت به وضعیت خود آشنا و به حقوق و مزایای خود پی بردن. این در رابطه با کشف حجابه. دوستان عزیز این گل روز جان تا زمانی که اینا رو میخونم گلها رو پخش کن. دوستان عزیز مگر آدم بر سر گل حجاب میذاره؟ این گلها رو میبینید تصاویر با تصاویر بانوان ساخته شدن گلها. مگه آدم بر سر گلها حجاب میذاره؟ مگه آدم گل رو از رشد کردن وا میداره، جلوی رشد گلها رو میگیره؟ رضا شاه در 17 دی 1314 در رابطه با کشف حجاب گفت بی نهایت مسرورم که میبینم خانمها در نتیجه دانایی و معرفت به وضعیت خود آشنا و به حقوق و مزایای خود پی بردن. بعد در رابطه با خانم تربیت که از فعالان آزادی زنان بوده میگه همانطور که خانم تربیت اشاره نمودن، زنهای این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نمیتوانستن استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند، بلکه باید بگویم که نمیتوانستن حق خود را نسبت به کشور و میهن عزیز خود ادا نمایند و بالاخره خدمات و فداکاری خود را آنطور که شایستن انجام دهند و حالا می روند علاوه بر امتیاز برجسته مادری که دارا می باشند از مزایای دیگر اجتماع نیز بهره مند گردند. دوستان عزیز من همین رو نمی خوام برای شما بخونم،
ولی نگاهمون به این گلها باشه. این گلها زنان جامعه ما هستند، این گلها کودکان جامعه ما هستند، این گلها انسانهای جامعه ما هستند، همیهنان ما هستند که هر روز توسط فرهنگ تازی پرستی در اسلام پرپر میشن، در ایران پرپر میشن. این گلها ندا آقا سلطانهای ما هستند و جامعه ما، جامعه ایران آریای ما میتونه یک گلستان باشه. این گلها رو نگاه کنید، 75 میلیون گل که میتونه ایران ما گلستان بشریت باشه و این گلستان بشریت ما، این گلهای ما رو دارن دونه دونه پرپر میکنن. هر کدوم از این گلهای جامعه ما هستن. جامعه ما از گلستانی درست شده که گلهاش مردم ایرانن و این گلها میتونن در باقی رشد و نمو کنن که اون باغ رو ما با فرهنگ آریایی و ایرانیمون آبیاری میکنیم و نمیذاریم ملخها و قارچهای مسموم و آفتهای آخوندی و اسلامی این باغ ما رو به تاراج و نابود کنن، گلهامون رو خراب کنن و از بین ببرن. روزگاری فرهنگ ایران گلستان جهان بود. روز بجان سپاس از این تصاویر. اگه امکان داره روز بجان لطف کن از ایمیل اولم، برنامه امروزم، یک تصویری از تصویر شماره 2 که یک گوشواره از دوران هخامنشی نشون میده، امکانش هست؟ این گلها و گلستان رو برای شما میخوام توضیح بدم. روزگاری بود پیش از یورش تازیان به ایران، ایران گلستان بشریت بود و هر کدوم از مردم ایران یک گل بودن، گلی که دنیا رو خوشبو میکردن. چرا؟ چون فرهنگ جامعه ما فرهنگ یک ایران آریایی بود، ریشه از زرتشت و کوروش داشت. تصویر الان دیده میشه؟ این گوشواره‌ای که میبینید از دوران هخامنشیه. لذت ببرید از دیدنش، از دیدنش لذت ببرید و افتخار کنید و همزمان شرمگین و شرمسار باشید از امروزمون. 2500 سال پیش ما چنین آفریننده هنر بودیم، گل جامعه بشریت بودیم و از گلستان ایران گلها، ببینید این گوشواره رو، گلها می ساختیم. امروز چی می سازیم؟ این گوشواره رو ببینید، بدونید این گوشواره تعریف ایران آریاییه. اصلا من اینو تعریف میکنم، زیبایی هنر ایران در این گوشواره، این ایران آریایی رو تعریف میکنه برای شما. پس بیایید از این رسانه حمایت کنید و کاری بکنید که ایران بتونه دوباره نگاهش به سوی یک ایران آریایی باشه، ایرانی که دوری از خصمت، دشمنی ها، تبعیض قومی، تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی، ایرانی که به سوی آزادی میره، پلورالیسم، کثرت‌گرایی، سکولاریسم، یک جامعه باز، که ایران دوباره همون گلستانی باشه که چنین زیبایی ها رو خلق میکرد. روزا جان تلفن ها رو میتونیم باز کنی؟ بله دوستان عزیز، به من گفتن تلفن ها رو میشه باز کرد. تلفن برنامه‌مون هست 201-818-564-40-13. من قسم پروین اعتصامی شعری داره به نام زن در ایران، گنج عفت زن در ایران رو سروده، من قسمتیش رو براتون میخونم. میگه زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود، پیشش جز تیر روزی و پریشانی نبود، زندگی و مرگش اندر کنج عزلت میگذشت، زن چه بود آن روزها یزن که زندانی نبود. در رابطه با دوران قاجار میگه، دوران پیش از پهلوی. و جالب نیست امروز هم همون شده؟ شما اگر فکر میکردید که پروین اعتصامی امروز زنده بود شعر دیگر میسرود؟ کس چون زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد، کس چون زن در معبد سالوس قربانی نبود، در عدالت خانه انصاف زن شاهد نداشت، در دبستان فضیلت زن دبستانی نبود،
دادخواهی های زن میماند عمری بی جواب، آشکارا بود این بیداد، پنهانی نبود. بس کسان را جامه و چوب شبانی بود، لیک در نهاد جملگی گرگی بود، چوبانی نبود. این همون کار آخوندهاست که در نگاه، در لباس دلسوز جامعه، به قصابی جامعه ما، به خونریزی در جامعه ما فعال هستن. ببخشید روز بچه‌ها. ها اوکی، ببخشید دوستان، تلفنی هست در خدمتم، خواهش میکنم. بله ممنونم. درود بر جناب آقای فرابهر. خسته نباشید آقای فرابهر. آقای فرابهر، من میخواستم یه مطلبی رو خدمتتون بگم. شخص شما که در رابطه با جناب مشیری، به هر حال مشیری که حسابتون رو که جدا کردین از حرفای این کسی که به یه نوعی ضد خاندان سلطنت طلب سلطنت هست و پادشاهی، دیشب همین بهرام مشیری توی برنامه نسیم شمال شبکه اندیشه آقای فرزنده ایشون رو دعوت کرده بود، متاسفانه به جایی که بیاد حالا روی فرهنگ غنیه که ما داشتیم، همون فرهنگ ایرانی خودمون که شما همیشه در رابطه باش صحبت میکنین، به جایی که بیاد این فرهنگ رو معرفی کنه و برای مردم بگه که شما برگردین به هم فرهنگ سابقتون، بهرام مشیری توی اون برنامه مرتب علیه ایران آریایی، یعنی نه شبکه علیه شبکه ایران آریایی، نه در رابطه با این فرهنگ که میگفت ما اصلا چیز به اسم ایران آریایی نداریم، یا اگرم داریم فعلا نباید اقدر در رابطه باش صحبت کنیم. ما یکیش کشوری هستیم که جنوب کشور ما مثلا خوزستان هست، اینا قبل از این که دوست عزیز شما تالت صحبتهایشون رو تکرار نکنید، بهتر نیست تکرار نکنید. حتی یه جورایی داشت میگه که ایران آریایی اون دوست عزیز من یک کوتاه توضیح بدم. من برنامه امروز هم در پاسخ به گفته های آقای بینین بود، ولی نمیخواستم نامشون رو بیارم. دلیلی که من امروز این برنامه رو اینطوری اجرا کردم پاسخ به صحبت های این شخص بود، ولی نمیخواستم نامشون رو بیارم. دوستان عزیز خط داریم در خدمت امروز بجون. الو، درود بر شما آقای فرابهر. درود بر شما آقای فرابهر. شما واقعا به جا از گل بودن زنان جهان صحبت کردید و اون متن زیبا رو خوندید و واقعا تشبیه به جای کردید. سوالم از حکومت ها حتی شما این که شما اینه که آیا گل رو باید جلوی چشمان پرتابش خورشید تابستان بگذاریم، یا باید از لطافت گل حمایت کنیم و جلوی نور شدید خورشید توسط سایه و سایبان حجاب کنیم؟ آیا در واقع گل‌های پرپر شده زیادی وجود ندارن که چشمان شهوت آلودی زنان و ابزار قرار دادن و از بین بردن؟ آیا فرق هست؟ فقط یه چیزی می‌خوام بگم. روزا جان من یه پاسخی به این شما چرا اون سپاس از پاسخی که شما کردی همین، من یه پاسخ خیلی ساده به شما میدم. اگر من زن رو به گل تشبیه کردم، منظورم این نبود که شما و امثال شما تازی پرستان از اونها استفاده ابزاری کنید و از سن 9 سالگی با اونها اون کاری رو بکنید که پیامبرتون انجام میده. سر این که گفتید که زن رو نباید نور خورشید نمیدونم میسوزوند رو، خیر، شما هستید که زن رو محکوم میکنید که در نور خورشید هم بر صورت زیبای اون نتابه. دوم، مگر زن صغیره که من و شما باید از او دفاع بکنیم؟ نه، دفاع از حقوق زنان میکنیم، ولی زن یک انسان بالغه و به شما بگم زن ایرانی از من و شما هم قدرتمندتره. فقط ما باید در جامعهمون قوانینی داشته باشیم که حقوق زنان و مردان رو برابر میدونه. و بعد در رابطه با نگاه شهوت‌آلود، خب اگه نگاه شهوت‌آلوده که اون پیامبرتون که معذرت میخوام دیگه وارد این بحث نمیخوام بشم، در رابطه با اینکه زنان اگر نمیدونم چادر رو نمیدونم فلان نداشته باشن، نمیدونم با اونها تجاوز و این مسائل میشه، خیر عزیزم، من در اروپا زندگی میکنم و یه خبر بدی برای تو رم، به خصوص برای شما تازی پرستان، در کشورهای اسلامی آمار تجاوز و آزار زنان خیلی بیشتره تا در کشورهایی که زنان حجاب ندارن. روزا جان اگه تلفنی هست در خدمت، خواهش میکنم. روزا جان درود بر شما.
خسرو جان 1400 سال اینا اومدن فقط در مورد دو چیز صحبت کردن، همون چیزی که شما صحبتشو کردین و نشون دادین اون عرب تازی داشته توضیح میداد که چطور با دختر بچه ها رفتار کنن، یکی هم تو والد رفتنه و در تبعیت از اینها یه زنی هم میاد تو تلویزیون جمهوری اسلامی میشینه میگه که اگر نمیدونم شب دوشنبه نمیدونم چی باشه چطور میشه، اگه شب سه‌شنبه چی باشه چطور میشه، اگه شب پنجشنبه یه بچه‌ای به وجود بیاد اون بچه تخس و ضد اسلام میشه. من فکر میکنم من شب پنجشنبه به وجود اومدم. این از این. بعدم اینها اگر که در مورد کاشتن یک گل یک گیاه 1400 سال این سرزمین تازی صحبت میکرد، الان فکر کنم سرزمینشون شده بود یا هاوایی یا کالیفرنیای ثانی. ولی اینا فقط همین مسئله رو گرفتن دنبالش. واقعا خسرو جان آدم از شوهر خودش هم بیزار میشه وقتی که اینا اینقدر کثافت در مورد این ماجراها صحبت میکنن. درود بر شما نازنین که این مسئله رو امروز عنوان کردین. پاینده باش. سپاس از شما. درود بر شما آقای سلاور. درود بر شما. الو بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما آقای سلاور. من شهید داشتم واجبه این آقای چه زنی زد گفت بانو وجه خانم خوشی باشه ترک مرده میشه، میخواستم یه شهید برنامه کنم واجبه این تازی ها اگه باشه. بفرمایید. خواهش میکنم. روز جان تلفن قطع شد. وقتی تو میگویی وطن از دستانت خون میچکد، وقتی تو میگویی وطن از دستانت خون میچکد، خورشید صبح پشت مکه میدمد، وقتی تو میگویی وطن دست با وقتی تو میگویی وطن دست با عراق میدهی، مهرت را به هموطن بر دل تازی مینهی، وقتی تو میگویی وطن شلاق مردم زنی، حتی یکی دیگر را با زور و ظلمت میخری، وقتی تو میگویی وطن دزدی تجاوز میکنی، آرزوی آزادی را در دل جوانان پرپر کنی، آنچه میآید روی تعفن از سر و رویش تویی، آنکه دارد مردم آخر میزند آتش را بر دلت، اگه این طوریه بسیرت دوستان بگی تلفن رو قطع تلویزیون رو قطع کنن وقتی صحبت میکنن. اگه میشه تلفن بعدی هست در خدمت. دوستان عزیز وقتی تلفن میکنی صدای تلویزیون رو قطع کنی که صدا نپیچی. آقای خسرو سرغر من از ایران تماس میگیرم. آقای خسرو بزنی شهریارم. آقای خسرو میخواستم بگم من با این دوستانم تامیز امروز عوضیه داشتیم صحبت میکردیم در مورد همین پیغمبرشو گفتم بچه چون شما همیشه داریم میخوام داریم داریم مثلا از یه دیدگاه نگاه میکنیم دیگه یه دیدگاه دیگه نگاه کنیم چه گفتیم مثالی زبا بودم چرا پیغمبرشو عربا راست دختر خیلی سالان داره گفتم آیا شما بسید مثلا یه سال واسه شما زدن گفتم اون که وقت پیغمبر تو وقتی دختر 8 ساله رو گرفت شما هم بیم بقیه یه پیر مرد 80 ساله بخوابه این خوبه یه پیر زن 80 ساله بخوابه یه کنی هم خوش تو میاد گفت نه فره گفتم نه نداره این علکی شما یه نمیه این آخونده شما یاد بدن هر چیزی یه رای فرقی افل گذاشتن آقا خوش که من تا وقتی که زنده باشم میگم میگم مردخاران که بر جای جهانداران زدن این چه سریف نابجا الله اکبر دادن. من 27 سالم از ایران تماس میگیرم بازم میگم از شهر سرسط و شهریار. آقا خوش این برنامه شما خیلی خوبه دسته. من یک پس طرفدار شما هستم و تلویزیون ایران آریایی تا وقتی که شما جوانا هستید اینجا تو این تلویزیون دارید صحبت بگوید مایه افتخار ماه چون که آقا خسرو همیشه مثالی که میگن میگن تو خیار تلخه شما همیشه حرفه حقیقت میگن آقا خسرو دشمن هم زیاد دارید ولی من یکی از فدایی های شما هم در زن از مردمان ایران خودمون تقاضا میکنم بازم التماس میکنم به این تلویزیون کمک کنم چون یکی از سنگرهای طرف قرص ماست این دوشه این که هست بچه ها ایرانی میتونن تلویزیون پخش کنن.
خواهش می‌کنم کمک کنید. زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد جاوید شاه. آقای خسرو، من شما رو واقعا دوست دارم. خدا نگهدار. خیلی لطف دارید. سپاس. روز بجار. سپاس. دوستان عزیز من کوتاه، الان یه مدتیه که شهیدم به من حمله میشه و من دیگه نمیخوام پاسخ این حمله رو بدم، ولی از شما خواهش میکنم با تلویزیون ایران آریایی تماس بگیرید و حمایت خودتون از برنامه من اعلام کنید. خیلی خوشحال میشم به تلویزیون ایران آریایی کمک مالی بکنید. تلویزیون به کمک شما نیاز داره. هر کمکی که این تلویزیون میکنید به برنامه منم حمایت میشه و پاسخ به دشمنان منه. خانم عبدی، آقای وطنخوا و دوستان ما همیشه پای تلفن‌ها منتظر هستن که شما بیاید و کنار ما باشید. خانم عبدی، آقای وطنخوز یک شنبه هم در این باره صحبت کردن. روز جان در خدمت. درود به شما خسروی گرامی، سپاس از این برنامه بی‌نظیرتون. شما برنامهاتون همیشه همیشه مستند و با دلیل و مدرک درست و واقعی به جلوی چشم مردم میذارید. پاینده و پیروز باشید. جواب این هرزه مزدور رو من میخوام بدم جناب فربهر. آقای محترم که خورشید گل باید خورشید به دست نتابونه، پس مانده عقب مانده، گل هم با نور خورشید خوش پیدا میکنه. شما اگر به ایران ما نگاه بکنید، ایران باستان ما، ببینید چه بانوانی رهبر کشور بودن، از آذربیجان و پوران دخت و یوتاب که فرمانده سپاه بوده، داریوش بزرگ دخترش فرمانده سپاه بوده، آرتمیس که فرمانده نیروی دریایی خشایارشا بوده. اینا تمامشون با آزادی به این مقام ها رسیدن، به این جاها رسیدن، با آزادی اندیشه. شما که اندیشه پسمانده عقب مانده تو باید در تاریکی بذاری، برو همونجا به اون. از اون آموزش های عقب ماندهی که یاد گرفتی که زن رو باید باید حجاب بکنن، تو باید خانواده خودش اگر راست بگی. اون زن بیچاره عقب مانده تو نذاشتی که اندیشه داشته باشه، یا دخترتو. حالا دخترتو 6 ساله شوهر میدی؟ اگر دخترتو 6 ساله شوهر میدی، برابر این معلومه که طرفداری عقیده هستی. شرم از تو باید که هنوز داری چیزا حرف بزنی، هنوز داری اندیشه عقب مانده باقی میدی. پاینده و پیروز باشید خسرو گرامی که این چنین کوبنده از فرهنگمون، از آیینمون، از اندیشه آزاد ایران سخن میگی. سپاس از شما، سپاس از شما بانوی گرامی. پاینده باشید. درود بر شما. پاینده باشین. سپاس. خواهش میکنم. سخن درود بر شما. من یکی از بیننده های پرداخت برنامه های شما هستم. همیشه همیشه حتی برنامه های کشوری رو هم بازپخش هم نگاه میکنم. همیشه برنامه ها خوبه، عالیه، بهترینه. امیدوارم که مقاومت بیشتر داشته باشیم و خدای نکرده روز روزگاری خسته نشید از این برنامه. درود دست ما به درود بر شما. خدا حافظ. سپاس از شما. خیلی لطف دارید، خیلی مهر دارید. سپاس. درود بر شما آقای فروه. درود بر شما گرامی، بفرمایید. وقتتون هم بخیر. آقای فروه، من چند وقتی احساس می‌کنم شما کلاس‌های اعتماد به نفس کاذب می‌بینید. خودتون یه مقایسه می‌کنید با این مشیری، اون بیننده هم که میاد به برنامه مشیری می‌خواد حمله بکنه، نمی‌دونم چرا شما اجازه نمی‌دید به خودتون. شما خودتون دارید در این حد می‌بینید که مثلا بخواد مقایسه بکنید با یه مشیری. نه نه روز جان، بزن صحبت کنم. کلاس‌های اعتماد به نفس کاذب نرید و اینقدر تاثیر نداشته باشه به نظر من، چون جالب نیست. شما اگر میتونید بیاد از مشکلاتی که خودتون دارید توضیح بدید، حضور دارم از آقای مشیری بهتر بگید. خب سپاس از دوست عزیزمون که اومدن انتقاد کردن. اولا ایشون امروز صحبت نام این شخص بینیم رو بردن و من در واقع مشکلات شخصی این شخص هرگز صحبت نکردم. شما هیچ برنامه از من نمیبینید که در مورد مشکلات شخصی کسی من صحبت کرده باشم. برنامه ما انتقاد از ابراز نظرهای سیاسی تاریخی این شخص بود. امروز اصلا برنامه من نام ایشون نیومد، من داشتم عقیده تلویزیون ایران آریایی رو میگفتم. ما عقیده خودمون ابراز میکنیم، دیگران هم عقیده خودشون ابراز میکنن. و اتفاقا جالب بود برای من این شخص که اومدن الان صحبت کردن، نام یک برنامه ساز سیاسی رو از یه تلویزیون دیگه آوردن که من فکر نمی کنم این کار امروز تو برنامه هم کرده باشم به اون صورت. نه عزیزم من، ببینید ما به مسائل شخصی دیگران کاری نداریم و خواهش میکنم شما دایه مهربان تر از مادر بقیشون نباشید.
سپاسگزارم که به برنامه من اومدید و من انتقاد کردید. روز بجان در خدمت. با درود به جناب خسرو فرهور عزیز، من هم در پاسخ این اهریمنی که زنگ زد میخواستم مطالبی رو بخونم. صدای من پخش میشه خانم؟ بله صدای شما پخش میشه. خواهش میکنم در کمال متانت و ادب. دو سال پیش یکی از همین اهریمنان شعری رو در اینترنت چاپ کرده بود به نام خیمگاه عشاق الحسین و نصیحت میکرد بانوان ایرانی رو. من از زبان بانوان ایرانی این شعر رو گفتم: ای فلانک گر تو میدانی که هستم خواهرت، از بابام گول خورده حتما مادرت. با چه جرأت برده ای نام مرا، رو سراغ آن که میزیبد تو را. سنجش تو مایه شرم من است، چون که بالاتر ز فهم تو زن است. نه سواد و نه هنر نه پیشت، ارزش زن نیست در اندیشت. استادت حضرت اهریمن است، فکر تو پیوسته پایین تن است. امر و نهیت را بکن بر مادرت، عمه‌ها و خاله‌ها و خواهرت. از نجابت دم مزن این نانجیب، مال باد آورده کمتر زن به جیب. من به تو گفتم برو ریشت بزن، حال مردم بیش از این برهم مزن. از تو میپرسم که این دستار چیست، وین لباس زشت و ناهموار چیست. چون که میدانم تو ایرانی نی، نوکر بیگانه از ما نی. پس ببند آن چشمهای هیز را، وان نگاه زشت شهوت ریز را. خیمه عشق حسین گردست، قعر جهنم جای توست. تخته کن دکان مکر و ریب را، آن بهشت و آن امام قیب را. راست میگوید زری دلنشین، افتخار دختر ایران زمین. دوست عزیز خواهش میکنم در دو دقیقه بعد من بگم خواهران و مادران دیگران را هم نباید بهشون توهینی کرد، اونها خودشون قربانیان این تازی پرستان هستن. در خدمت هم روز بجان. درود بر شما. یه فرمان درود بر شما. بفرمایید، خواهش میکنم. بله هستم آقای فرمان. از الان احترام دارم خدمت شما. خواهش. این افرادی که یه مقدار بعضی الفاظی رو بخوانی برن که یه مقدار زننده هست مثل اهریمن و اینا، یه مقدار درست میتونه هموطنش رو با این الفاظ خطاب بکنه. از هم حضور چطور این آقایی که گفتن که شما رو متهم کردن به این که کوچکتر از آقای مشیری هستید. الو سلام علیکم. بفرمایید، خواهش میکنم. مثل صداشون روز بجان صدایشون قطع شد. من متاسفانه داشتم صداشون رو نیدم چی شد. بفرمایید. بله خواهش میکنم. بعد دوستان بعضی موقعات منتظر نباشید پاسخ منو بشنوید، شما صحبت کنید. فکر کنم بیننده قبلیمون منتظر بود صدای من رو بشنوه. دوستان میدونن که من صدای من رو نمیتونید بشنوید، شما صحبت کنید. بفرمایید. الو. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما. خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من میخواستم به جناب فرهور بگم که کنفرانس هندسگی توسط جناب آقای شهرامیانی برگزار شده بود، ولی متاسفانه از شبکه شما نه آقای فرهور بود نه خانم دخیادی. میخواستم که علت این قضیه چی بود، چرا شما نرفتید این کنفرانس رو استفاده کردید؟ باشه، سپاسگزارم. من پاسخ بدم سریع چون بحث ما این نبود. آدم مهمانی میره که دعوت شده باشه. این رو از ما نباید سوال کنید، از کسانی که اون کار رو میکنن. من وارد این بحث نمیشم. بیننده بعدی اگه هستن در خدمتم. دوست ببخشید روز بجان، یه پرسشی دارم. چقدر مونده از برنامه‌مون؟ بله، من توضیح بدم یک مسئله‌ای که من مسئول نیستم که آنچه که بینندگان زنگ میزنن در تلفن میگم. من توضیح دادم به اون شخصی که شعر رو خوندن که نباید به
گفتم که مادران و خواهران این تازی پرستان خودشون اولین قربانیان هستن و باید کمی مواظب باشیم که چی میگیم. و در رابطه با پرسش بیننده قبلیمون هم باید سریع بگم که من در این فکرم که مسائل دیگران رو به دیگران واگذار کنید. من جایی که دعوت نشدم که نمیتونم برم و حواستون هم باشه بعضی بازی ها انجام میشه که از چی میگن، از بعضی مسائل سوء استفاده های بشه. من جایی که دعوت بشم میرم، البته اگر که صلاح سیاسی و صلاح اجتماعی باشه که برم. ببخشید روز بجان، خواهش میکنم بفرمی. ببخشید طولانی صحبت کردم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، بفرمایید. سلام دوست عزیز، بفرمایید صحبت کنید، منتظر صدای من نباشید، خواهش میکنم. الو بله، ایشون مثل این که من دوستان توضیح بدم، اگه به برنامه من زنگ میزنید، چون من تلفن خانه من نیست، این تلفن در استودیو آمریکاست، یه سری مشکلات وجود داره و وقتی در اونجا به شما در استودیو میگن صحبت کنید، شما منتظر صدای من نباشید، امکانی که من بتونم با شما یک گفتگو داشته باشم نیست. شما وقتی تلفن برای شما باز میشه، شما صحبتتون انجام بدید، منتظر صدای من نباشید. و دوما در رابطه با تلفنتون، ببخشید تلویزیونتون، شما اگه از ماهواره برنامه ما رو میبینید، چه در برنامه من، چه خانم عبدی عزیز، آقای وطنخواه، دیگر همکاران که تلفن باز میشه، بدونید که از طریق ماهواره شما همیشه یک چند دقیقه مثل این که تاخیر دارید. و اگه از اینترنت نگاه میکنید که این تاخیر حتی بیشتره. برای همون خواهش میکنم که وقتی تلفن میکنید و بانو مهناز یا خانم عبدی به شما میگن صحبت کنید، شما آغاز سخن کنید. این باعث میشه که متاسفانه وقت برنامه گرفته بشه. من میگم چون تلفن در خانه خودم نیست، اون دستگاه تلفن رو فعلا ندارم، برای همین یه ذره تلفن در برنامه مشکله. ولی واقعا میخوام الان سپاسگزاری کنم از دوستانی که بسیارشون پر از مهر به من تماس گرفتن و به من انرژی دادن. در این لحظات من یک مسئله رو توضیح دادم در باره برنامه امروزم. من در برنامه امروزم به عمد بعد از اون که جمع‌بندی شد در باره برنامه قبلیم، وارد قسمت دوم برنامه شدم، مسئله رو صحبت کردم در باره این که چرا ایران آریایی و چرا ایران اسلامی نباشد و ما چرا آلترناتیو در این تلویزیون ارائه میدیم. این در اصل پاسخ به همان شخصی بود که یکی دو از بینندگان زنگ زدن و نامش رو بردن، ولی من امروز تصمیم نداشتم نام این شخص رو بیارم. ولی کسانی که دقیقاً توجه کردن به برنامه من و اون برنامه کذایی رو اون اشخاص رو دیده بودن، میدونستن که برنامه من پاسخی است به اون برنامه، در این که ما باید هویت ملی خودمون رو حفظ کنیم، باید در این مسئله ما استقامت داشته باشیم. ما نمیخوایم فقط تخریب کنیم، بلکه ما میخواییم آلترناتیو ارائه بدیم. کسانی که فقط میخوان به شما بگن فلان چیز برود ولی آلترناتیو به شما ارائه نمیدن، از اونها پرهیز کنید، چون که در پشت پرده این سانسورشون خطرها نهفته است. کسانی که میان هویت ایرانی ما رو زیر سوال میبرن، حتی اگه زیر پرده نقد اسلام باشه، اونها هیچ فرقی با آخوندها ندارن. مگه حزب توده نبود؟ من برای اینکه ایران و هویت ایرانی خودم رو دوست دارم، علاوه بر اینکه ببینید من اول از همه یک انسانم، بعد یک انسان ایرانی ام. من ایرانیتم رو زیر خطر میبینم امروز، برای همین که جمهوری اسلامی رو دشمن خودم میدونم. چه فایده داره؟ بعضیا ادعا میکنن مخالف جمهوری اسلامی ام، ولی ایرانیت ما رو زیر سوال میبرن. این نکته رو خواهش میکنم واقعا بهش توجه کنید. روزبه جان، وقت برنامه‌مون تموم شد نه؟ بله. سپاس دارم از شما روزبه گرامی و خانم عبدی و خانم مهناز. کی امروز تلفن‌ها رو باز کرد روزبه جان؟
خانم مهناز عزیز سپاسگزارم، لطف کردن امروز زحمت کشیدن تلفن ها رو باز کردیم، از همه دوستان و بینندگانی که تماس گرفتن سپاسگزارم که واقعا اینقدر مهر ورزیدن به برنامه زنگ زدن، منو مورد محبت خودشون قرار دادن. آن یکی دو نفری هم که مخالف بودن، امیدوارم که هر وقت که با عقیده مخالف هستن بیشتر تعقل بکنن. و حتی دوستانی هم که من مهر ورزن هم اینو باید بگم، حتی اگه به من مهر ورزید امیدوارم که از روی تعقل باشه، همه چی ما بر مبنای خردمندی باشه. از شوزرتا شما گفتن که هر چرا که میشنوید با هوش خودتون بسنجید، هر چرا که میخوانید با هوش خودتون بسنجید، هر کاری که میکنیم بر پایه خردمندی باید باشه. امیدوارم اگه امروز در برنامه من کسی و کاستی بود ببخشید، امیدوارم برنامه هم بتونم بهتر انجام بدم. گفتم یوتیوب من یه مدتی مشکل پیدا کرده، احتمالاً اکانت جدیدی رو باز میکنم و در اکانت جدید کلیپ ها رو آپلود خواهم کرد. سپاس از اینکه امروز در برنامه با من بودید. دوباره تکرار میکنم مثل هر بار در برنامه های خودم، خواهش میکنم به تلویزیون ایران آیه تماس بگیرید و حمایت کنید از این تلویزیون. اگه برنامه های من رو دوست دارید وقتی زنگ میزنید به تلویزیون حمایت خودتون از برنامه من اعلام کنید، و اگه کمک مادی میکنید در این راستا بگید به خاطر حمایت از برنامه خسرو فرابرم هست. پولی من نمیرسه، ولی هم به تلویزیون ایران آریایی که به کمک های شما نیازمنده کمک میشه و هم برنامه من تقویت میگیره، قوی تر میشه. به کمک های شما نیازمندم، تلویزیون ایران آریایی به کمک های شما نیاز داره. برنامه بعدی برنامه خوب خانم عبدیه، توصیه میکنم که اون برنامه بعدی رو هم در کنارش باشید. به شما بدرود میگم، مثل همیشه سخنی از شاهنشاه آریا مهر، همه به ایران بیاندیشیم، فقط به ایرانمون بیاندیشیم. بینندگان عزیز، این وظیفه من و شماست که به ایران بیاندیشیم تا نذاریم ایران ما رو ایرانستان کنن و ایران عزیزمون خدای نکرده بلایی بر سرش بیاد. بدرود میگم به شما، پاینده ایران، تا روز دیگر بدرود. نیروهای خود را برای نجات